خب تا اینجا ما زمانهایی که قبلا با هم کار کردیم رو مرور کردیم و میخوایم الان تازه برسیم سر درس اصلیمون به نام پس سیمپل. فکر میکنم با تمام کارهایی که قبلا حضوری تمرین کردیم با هم دیگه و یاد گرفتیم و این مرور کوتاهی هم که داشتیم، البته خیلی هم کوتاه نبود، یادگیری این زمان براتون خیلی باید ساده باشه. امیدوارم که این طور باشه و خوشتون بیاد. پس سیمپل استرکچرش برای افعال تو بی به این شکله. همونطور که گفتیم گذشته افعال تو بی حالشون که بود am, or, is, or, are، گذشتهشون چی هستش یادتون میاد؟ بله درسته، was یا were. subject plus was or were plus predicate plus dot یا ببخشید plus full stop. I was a doctor، من یه دکتر بودم. خوب دقت کنید، وقتی ما از past simple استفاده می کنیم که یک اتفاقی در گذشته افتاده و تموم شده، عنایت فرمودین؟ present simple در واقع برای اتفاقاتی بود که دارن دائما می افتن، مثل طلوع و غروب خورشید، یک فکت و یک ترو هستش. من یک دکتر هستم، من همیشه، من دیروز دکتر بودم، فردا دکترم، الانم دکترم، یک واقعیت، یک واقعی همیشگیه. من هر روز میرم پیاده روی، یک عادت. من همیشه کافی میخورم، من همیشه کافی نمیخورم. من رانندگی نمی کنم، من دوچرخه سواری می کنم. اینا همش اتفاقاییه که داره حبیتن، عادتن یا کارهای تکراری هستن. اون در present simple استفاده میشه. اگه می خواهیم یه واقعی رو که همین الان داره رخ میده ازش یاد کنیم، اون رو تعریف کنیم، من همین الان دارم نهار می خورم، همین الان دارم رانندگی می کنم، باید از present continuous استفاده کنیم. I am driving now. زنگ زده یکی پشت تلفنی، فقط میخواست سریع بشه، من الان دارم رانندگی میکنم، نمیتونم صحبت کنم. I am driving now. I am running. من الان دارم میدوم، من در حال دویدنم. I am working. من دارم کار میکنم. یادتون هست be quiet، I am working، ساکت باش، من دارم کار میکنم. ولی وقتی که میخواییم یک اتفاقی در گذشته افتاده و تموم شده رفته دیگه، اون اتفاق تکرار ممکنه بشه ولی اون یه دونه ای که شما داری میگی دیگه نیست، تموم شده، رفته پی کارش. I was a doctor، من یه دکتر بودم، الان دیگه نیستم. We were doctors، ما دکتر بودیم، دیگه نیستیم. حالا اینجا شاید بگید که خب آقا یکی که دکتر بوده همیشه دکتره، نه، میتونه ریتایر بشه، بازنشست بشه و دیگه دکتر نباشه، یا به هر دلیلی جواز پزشکیش، جواز طبابتش ملغا بشه، دیگه نتونه استفاده کنه. مثلا یه نفر ممکنه راننده باشه و گواهینامه‌اش باطل بشه، اونجا باید بگی I was a driver، من یک راننده بودم. حالا اگر باز بخوایم اینجا رو قشنگ تر کنیم، به امید خدا این کرونا ویروس که از بین رفت، کسایی که این بیماری داشتن الان بخوان بگن، میگن که I am sick. اما اگر هفته دیگه خوب شدن، تموم شد و رفت، میگن I was sick. I was sick، من بیمار بودم. I was a doctor. You were a doctor. You were doctors. در سمت چپ داره میگه You were a doctor. شما یه دکتر بودید. در سمت راست میگه شما دکتر بودید. به چند نفر داره میگه؟ He was a doctor. او یه دکتر بود. She was a doctor. او یه دکتر بود. They were doctors. اونا دکتر بودند. It was a car. اون یک ماشین بود.
این سفر قشنگ تو ذهنتون به خاطر بسپارید. سمت چپ تمام جملات، یعنی ابتدای تمام جملات، از این سابجکت که ما از ضمایر استفاده کردیم که در واقع دوباره همون ضمیر فاعلی یا پرونام سابجکت هستن. اینا که I, we, you, he, she, it و they هستن، بعدشون از was یا were استفاده شده. دقت کنید، you ها که همه were و برای جمع ها هم همه were، یعنی we, you و they میشه were، بقیهش was. هر وقت خواستید از این تیپ، از این تنس با افعال تو بی استفاده کنید، خاطرتون باشه که دارید در مورد we, you یا they استفاده حرف میزنید. اگه از این ستا دارید حرف میزنید، باید از where استفاده کنید. در غیر این صورت was, he was, she was, it was, I was. question form برای این زمان به همون سادگی present simple هستش. یعنی چی؟ یعنی خیلی ساده، برای to be، برای وقتی که ما از افعال to be استفاده میکنیم نه other verbs ها، خیلی ساده was و were که همون to be هستش، همون ام و ایز و آره انگار، was و were، was or were میاریم اول جمله، بعدش subject، بعد predicate، بعد علامت سوال. was or were plus subject plus predicate plus question mark. باز هم خواهش میکنم یادتون باشه تمام سنتنس های زبان انگلیسی باید با حرف بزرگ شروع بشن و به این قاعده میگن punctuation، و برای question form ها حتما باید از در انتهای جمله، در انتهای sentences باید از question mark استفاده کنید. خب مثال میاریم، I was a doctor، یادتون هست حالا شده was I a doctor، من یه دکتر بودم. یک مثلا مثل این فیلم ها، یک آقای بیهوش بوده، بهش میگن که تو یه دکتر بودی، بعد به هوشش میارم، من یه دکتر بودم. was I a doctor، من یه دکتر بودم. where we doctor، ما دکتر بودیم. were you a doctor، تو یه دکتر بودی. were you doctors، شما دکتر بودید. was he a doctor، اون یه دکتر بود. یه آقای میاد به دوست شما یک پیشنهادی میکنه، یه خانومی یا اینجا جمله آغاز، یه آقای میاد به دوست شما یک آفری میده، یک پیشنهادی میکنه، میگه این کار درمانی بکن، بعد کارش هم حالا خوبه میره، بعد شما دوستتون برسه was he a doctor، اون یه دکتر بود داشت با تو صحبت میکرد، این چیزا رو میگفت. یا was she a doctor، اون یه دکتر، اون خانومی دکتر بود. were they doctors، اونها دکتر بودن. فرض کنید یک روی تختی یه آقایی یه خانومی دوست شما یا هرچی هستش، چند نفر دورشن دارن یه صحبت های میکنن و میرن، بعد شما میری میگی اونا کی بودن، were they doctors، اونا دکتر بودن. این جملات خیلی ممکن تو فیلم های سینمایی هم حتی بشنوید، پس این جملات همه رو دقت کنید به خاطرتون بسپارید. was it a car، اون یه ماشین بود. یک آقایی یک صحنه ای رو دیده، یک میگه که من یک وشعی از جلوم رد شد، اون یه ماشین بود. اون نفر بعد میپرسه که مطمئنی؟ was it a car، یه ماشین بود. بس اینا همه کاربرد داره این جملات. اما در حالت نگاتیو فرم، اگه نگاتیو فرم سیمپل پرزنت رو یاد گرفتین، این هم بلدی. خیلی ساده است. در زمان وقتی که از زبان ببخشید از افعال تو بی استفاده میکنیم، باید خیلی ساده بعد از تو بی، حالا چه گذشته چه حال، یا نات استفاده کنیم. فرم جمله‌مون میشه نگاتیو، subject plus was or were plus not plus predicate plus full stop. subject با اس بزرگ و full stop در انتهای جمله. من چندین بار اینا رو دارم میگم که یادتون بمونه برای همیشه که از قاعده پانچویشن استفاده کنید.
I was not a doctor. من یه دکتر نبودم. We were not doctors. ما دکتر نبودیم. You were not a doctor. تو یه دکتر نبودی. شما دوستتون رفته یک ادوایسی داده به یه کسی درست نبوده یا حالا درست هم بوده، شما مثلا ناراحت شدی، چرا این حرف زدی؟ You were not a doctor. تو که دکتر نبودی. You were not a doctor. You were not doctors. شما دکتر نبودید. He was not a doctor. او یه دکتر نبود. She was not a doctor. او یه دکتر نبود. They were not doctors. اونها دکتر نبودند. It was not a car. اون یه ماشین نبود. باز یه مثال میخوام براتون بزنم، یه خود تخیلی. توی یک حالا فیلمی فکر کنید، یه داستانی، یا شما رفتید بیرون، میگید که یه ماشین اومد با سرعت جلوم رد شد، حالا همسرتون، پسرتون، هرچی، دوستتون که همراهتون، میگه نه نه اون یه ماشین نبود. It was not a car. اون یه ماشین نبود. و اما شکل question negative برای past simple در باز برای استفاده از افعال to be درست مثل همون present simple هستش که میگیم was or were plus not plus subject plus predicate plus question mark. was or were که همون بودیم، بودم و بودم were بودید یا بودند معنی میده، not subject که همون فاعله و predicate هم که میشد گزاره، علامت سوال هم که همون question mark. این not همون نه خودمونه، مثلا مثل جوانمرد ناجوانمرد، مثل کس ناکس. این مثال های خیلی حالا قشنگی شاد نباشه، ولی برای من پیش اومد، الان یادم اومد. این نای که خودم میذارم اینجا نات میذارن، نبودن. was not I a doctor. من یه دکتر نبودم. were not we doctors. ما دکتر نبودیم. were not you a doctor. شما دکتر نبودید. داره با یه نفر حرف میزنه. were not you doctors. شما دکتر نبودید. به چند نفر داره صحبت میکنه. was not he a doctor. او یه دکتر نبود. was not she a doctor. او یه دکتر نبود. اون هی مذکره، مرد، پسره، و شی دختر، زن یا مؤنث. were not they doctors. اونها دکتر نبودند. was not it a car. او یه ماشین نبود. اینجا هم اگه دقت کنید خیلی ساده است، was or were ها رو دارید میبینید، not استفاده شده. این استرکچر رو باید در ذهنتون داشته باشید و فقط و فقط تنها چیزی که کمک میکنه به شما، practice, practice, practice.